سرلشکر منوچهر خسروداد، دومین فرمانده هوانیروز ارتش شاهنشاهی و معماران، در سن 51 سالگی به همراه شماری دیگری از فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران به دستور روح الله خمینی بر پشت بام مدرسه رفاه اعدام شد. همراه من باشید تا با همین بزرگ مرد تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم. منوچهر خسروداد از اسفند سال 1350 فرماندهی هوانیروز را بر عهده داشت. درخشش او در تشکیل تیپ نیروهای ویژه هوا برد سبب انتخاب او توسط محمد رضا شاه پهلوی برای فرماندهی هواپیمایی نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی در اسفند 1350 شده بود. در طول فرماندهی خسروداد، هواپیمایی نیروی زمینی ارتش ایران به سومین هوانیروز قدرتمند جهان تبدیل شد. نیرویی که در بهمن 1357 تعداد 820 فروند هلیکوپتر و 44 فروند هواپیما در اختیار داشت. زندگی نامه منوچهر خسروداد، فرزند محمد علی، به سال 1306 شمسی در آمل به دنیا آمد. پس از اخذ دیپلم در 1325 خورشیدی با ورود به ارتش در دبیرستان نظام ادامه تحصیل داد. خسروداد به دو زبان فرانسه و انگلیسی تسلط داشت. سرلشکر خسروداد از همسرش جدا شده و با تنها دخترش زندگی میکرد. همکاران او از استعداد و کارایی او و نیز از علاقه و وفاداری زیردستانش به وی یاد کردند. او ثروتمند نبود و از موقعیتش سوء استفاده نمی کرد. او همچنین به حیوانات علاقه داشت و صاحب چندین سگ گرگی بود. منوچهر خسروداد در 9 اردیبهشت 1354 موفق شد در اهواز همراه با خلبان آزمایشگر ارشد شرکت بل هلیکوپتر 5 رکورد جدید پروازی را با اولین فروند از مدل تولیدی بل 214 به ثبت برساند. خسروداد پس از طی دوره‌های مختلف نظامی در هوانیروز نیروی زمینی شاهنشاهی ایران به خدمت پرداخت و مسئولیت‌های ویژه‌ای را عهده‌دار بود. خسروداد به عنوان یک فرد عالی‌رتبه نظامی تأکید داشت که در خدمت سربازی همه موظف هستند بدون دخالت در سیاست از هر دولت قانونی اطاعت کنند. او کاملاً به محمد رضا شاه پهلوی وفادار بود و از روند انقلاب سفید حمایت کرد. خسروداد با اینکه یک مسلمان شیعه بود، مخالف قاطع با قدرت طلبی روحانیت اسلامی داشت. از وی به عنوان خلبان رکورد شکن نام برده می شد که توانسته بود اوجگیری توسط بالگرد را که رکوردش دست یک افسر آمریکایی بود را بشکند. سرلشکر خسروداد دومین و آخرین فرمانده هوانیروز بود. وی از روز قبل از 22 بهمن از یگان خود متواری شده بود. قره‌باغی در خاطرات خود می نویسد: در 21 بهمن تصمیم گرفتم عده ای را در هلیکوپتر برای کمک به نیروهای مستقر در مسلسل سازی بفرستم. سرتیب عطابکی معاون هوانیروز گفت: معذرت می خواهم تیمسار، وضع یگان هرج و مرج است. به هر کس دستور می دهم اطاعت نمی کند. سرلشکر خسروداد را هم نتوانستم پیدا کنم. او در خانه دوستان خود اقامت داشت. بعد از جلسه معروف سران ارتش در روز 22 بهمن و امضای اعلامیه بیطرفی ارتش به یگان خدمتی خود در باغ شاه مراجعه کرد، اما در ساعت 13 و 14 بعد از ظهر همان روز با حمله انقلابیون به دبیرستان نظام و پادگان باغ شاه با هلیکوپتر از محل خارج می شود، چرا که با اعلام اعلامیه بیطرفی ارتش از رادیو وضعیت از کنترل خارج شد و فرماندهان با تمرد پرسنل خود مواجه شده بودند. خسروداد وقتی روز 23 بهمن در روزنامه ها با خبر فرار خود به همراه هوشنگ دیدبان مواجه می شود، مصمم می گردد که خود را معرفی کند.
به همین منظور با تماس با سرهنگ توکلی جانشین ستاد کل هماهنگ می کند که صبح روز بعد در ستاد حضور به عمل آورد. از طرفی دوستان و نزدیکان او اعتقاد به بیگناهی او داشتند و مشوق وی در امر معرفی و همکاری او با ارتش جدید بودند. ولیکن با حضور در دفتر تیمسار قرنی در ساعت نزدیک به 11 صبح توسط نیروهای انقلابی دستگیر و به ستاد انقلاب واقع در مدرسه رفاه انتقال می‌یابد. خسروداد دستگیر و در اختیار دادگاه انقلابی به ریاست صادق خلخالی قرار گرفت و سرانجام پس از محکومیت در دادگاه مفسد فلعرض شناخته و در اقدامی سریع به فرمان صادق خلخالی نیمه شب پنجشنبه 26 بهمن 1357 ساعت 23:45 دقیقه در کنار ارتش بود نعمت الله نصیری رئیس ساواک، سرلشکر رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهان و سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران رئیس شهربانی سابق جزو اولین گروه افسران عالی رتبه ارتش شاهنشاهی ایران بودند که بر روی پشت بام مدرسه رفاه واقع در خیابان عین‌الدوله در تهران تیرباران شدند. جسد وی در تاریخ 5 اسفند ماه در گورستان بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد. پس از پایان جلسه اعضای دادگاه به حضور خمینی رفتند و او حکم اعدام 4 نفر از متهمین ردیف یکم را به حکم آیه مفسدین فلعرض تایید کرد. بلافاصله پس از اعدام انقلابی، عناصر رژیم سابق، جوانان مستقر در اطراف کمیته انقلاب و خیابان‌های ایران و ژاله شروع به تیراندازی هوایی کردند و رسیدن این روز را به عنوان روز عدل الهی جشن گرفتند. خبر اعدام این گروه به وسیله بلندگو به اطلاع ساکنان خیابان‌های اطراف کمیته انقلاب رسید. خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودید. لطفاً برای حمایت کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون به اشتراک بذارید. خدا نگهدار.